مخاطبان گرامی، خانواده عزیز، جوانان برومن، سلام و درود مثل که وضعیت در اطراف افغانستان، همونطور که پیش بینی می شد، آیسته حال شکل جدی میگیره و در آخرین فصل خود یعنی به فصل جدید گذار میکنه فصل کجا؟ فصل گشودن جبه از افغانستان برزد ایران و روسیه چطور؟ یعنی فرمانده مرکزی امریکا دو روز تمام در پاکستان بود خب چپ آمد چیکار کار میکرد؟ یکی وضع بدخشان که به صلاح جوش میزنه ناگهان این مورد دوم مورد سیومیست که یک تعداد از طالبان غیر پشتون هشدار دادن که ما از صف طالبان یا از صف طالبان پشتون جدا میشیم اینی سه محور است دلیل ای البته در عنوان مطلب است اول بیایم ببینیم که دادستان کل تاجیکستان و مانوئل میکالر سفیر امریکا در دوشنبه روی چه موضوعی صحبت کردن ضمن که فرمانده کل امریکا در پاکستان بود اینها روی چی موضوع صحبت میکردن؟ روی موضوع یعنی تفاهم نامی رمزا کردن که سیستم ردیابی تروریست ها از افغانستان به طرف تاجکستان و گردنه های و واخان اینا فعال میکنن به کمک کی؟ به کمک امریکا در دونیم سال خود گم بودن حال ایستا خود ای تفاهمنامه با دولت تاجکستان یک دبلوماسی پیچیده است که ممکن است یک زمان دولت تاجکستان زیر ضربات حوادث قرار بده ای کشور تاجکستان منظورم است از دست اما حلقات فاسد اصر شوروی و حاکمیت خاندانی رو به زوال است ایره ما نمیگیم ایره واقعیت ها و مطالعات و اصلا عینی ما میگه و همه خاطر اونا خیلی هم دست پاچه هستم رای نجات است اما رای نجات وا فکر میکنه که رای نجات سقوط حاکمیت است نه نیست روسیه و ایران هر زودتر آله نیاز به تغییر سیستم در تاجکستان دارن ورنه دیر میشه در غیر از او انصار الله بسیار بزودی جنگ داخلی را در اونجا برا مندازه این از روی این چیز میگیم صحبت های دادستان کل تاجکستان با سفیر امریکا و چیزهایی که در بدخشان و پنشیر آله روان است جنرال مایکل کوریلا بیشتر گفتم فرمانده یعنی ستاد مرکزی امریکا است. یادم آمد با جنرال آسم مونیر در راولپندی دیدار کرد روی چی موضوع صحبت میکنم چی گفت پس قوات امریکایی بود رفت خلاص شد جنرال کوریلا با جنرال آسم چی روی چی ما میفهمیم که چی شه بگویم از تاریخ هفته تا نوی می در بود درست گفتگویشان بر تلاش های زده تروریزم و مشارکت پایدار نظامی بین نیروهای پاکستان و امریکا بود خب ایخو ناگفته پیداست ایخو هست اما چیزی بیشتری در اینجا گفته شد که این نیاز به حضور رئیس ستاد ارتش امریکا داشت اگه این چیزا رو خود هم گفته میشه به شکل به اصطلاح دیدارهای آنلاین هم میشه اما نه این خودش آمد وقتی که جنرال کوریلا در پاکستان بود یه آدم در چندین نقطه در ایالت خیبر پختونخوا آمد سفر کرد خب اصل گپ اینجا بوده در اوجه با رهبری سپای یازده یعنی قول اردو یازده همه همون به صلاح قول اردو مرزی و لشکر هفتم پاکستان ایجا ملاقات کرد خود چرا ملاقات کرد؟ باری چی؟ که در مورد عملیات ضد تروریزم در امتداد مرز گفتگو بکنه در امتداد مرز با چین خونه ایست؟ با این خونه ایست؟ با افغانستان چی گفت پس اینجا؟ به نظرش ما چی هست؟ پروژه دایش جنرال کوریلا گفت که توانایی شایستگی و حرفه‌ای بودن نیروهای مسلح پاکستان بسیار فوق‌العاده است. من مشتاقانه منتظر ادامه تقویت به مشارکت نظامی 70 ساله بین آمریکا و پاکستان است. بر منکرش لعنت. اما در پس یا پاگاپ بود. سفر جنرال کوریلا همزمان با حوادث بدخشان بود دیدار هیئت ایرانی با وزیر امور خارجه طالبان بود در کابل که با مشاجرات هم را بوده در ماه های آینده از طرف شرق و غرب برنامه های بر افغانستان وجود داره ای تو معلوم میشه که جهان به طرف میدان جنگ بعدی خود در شمال افغانستان در حرکت است امی برنامه رو مطابق هم و یافته ها و جمع حس و قیاسها و تلاش های بندگی خود ما از چند ماه هست که این مسئله رو مطرح میکنیم عالم اینه یک بار دیگه کوریلا با پاکستان رفت تا به پاکستان تضمین و امتیاز بده پاکستان امروزی به تضمین امتیاز ضرورت داره از پا افتاده تا روابط خود حفظ بکنن و برای ظهور دایش کم پروژه هست دیگه جوهر باز کنیم با آل چیست پاکستان از شورش تی تی پی و بی ال بلوچستان بسار زیر فشار از رنگ میبره قادر به مقابل موثر با اینا نیست تا زمانی که پاکستان گام جدی بر استفاده از امو نیروی که اسرائیل ارای حماس استفاده میکنه بازد بی ال ای و تحریک طالبا استفاده نکنه نجات نداره و مثل اسرائیل عمل کرده نمیتونه نه توانش داره نه ظرفیت نه،, نه اینجا گنجایش داره اینجا ایالات خیبر پختون خواست میکشه یک منطقی ملیتاریزه شده خشمگین بنام اینجا به زور وحشیانه مثل که اسرائیل علیه غذا میکنه عمل کرده نمیتونه خب میای مال سر اوشدار طالب های غیر پشتون یه از کجا شد اوشدار طالب غیر پشتون یعنی چی بله این زیر مجموعه بود طالب پسنداز بود طالب غیر پشتون از پنچه تا بدخشان بله این پسنداز بود خو حالا چه میگه طالب غیر پشتون اگه توهین به خراسانی امید خراسانی رو خراسانی به امی روز نگاه کرده بودن یعنی اول یک چیز بر شما بگویم مردم حمید خراسانی فقط ذخیره نگاه شده بود برای پروژه داعش که اینال وقتش است یک مولوی دیگه پنشیری هم از صدایش برآمد آمد بسار کشو گیر کرد چشمای خودم میکشه اگرانی او جراد نداشت او به دستور خلیفه ای حرفا زد. ای کسی که به نام ناصر بدری نام خوده مانده به اصطلاح قطع ایتیات سفر دایش در بدخشان اگر فکرتان باشه، تمام صحبت هایی که میکنند در دفاع از بدخشان از بدخشانی است که علیه طالبان قنداری چی کردن؟ اعتراض کردن یعنی طالب از امی لحظه و علنی دوشق شده طالب دارال اماره قندهار و طالب حقانی که اینجا باید جبهه داعش مدیریت کنه بله گفتم ما با اصف طالب جدا میشه مگه کسی توهین بخورد و این آدم توهین نیاز نیست او خودش توهین است حال چی کردن و طور گزینشی نوارای را آوردن به مطبوعات دادن یک مثلا از هر قوم یک یک نفر انتخاب کردن این نقشه خلیفه اقانی است تا بالاخره می شمشیر خود از غلاف کشید علی عیبت الله اینجا اگر رفتار توهین آمیز چطور شد ما صفی گروه جدا می شد کجا میرین؟ آه. اینی رو نگفتن ما صحبت شنیدم باز کجا میرین؟ جایشان باید یک پایتخت باشه. ن... ای تصادفی نیست که این خراسانی رو با ای تخلاص خراسانی نگاه کردن اینمی یکی از معلفه ها یا ستون های امو دایش خراسان است ای نخست این نخستین بار است که اشدار در حاکمت طالب داده میشه متوجه میشین؟ ات خب ای دیگه کسای آدم های غافل دیگه چی ویدیو دو ماندن که طالب های پشتون گویا ویدیو ماندن که او ای چی هستی؟ یکی ای از این ای خراسانی لندغر است چطور چکار اول ببین خراسانی صدا میمونه و چیزایی را گفت که من ایراد کردم خوب کی اجازه داده خو گفت بعد از اون ملای پنشیری و آناویی حالی هم حامیان چیز خراسانی ای کار اقانی است که اول اول که به وسیله همو مفرزه امید خراسانی وارد پنشیر شوان خنداری ها را چه کنن؟ از اوج بیرون برانن اینی گپ است. پروژه پاکستان که پنشیر بدخشان و کابل به دست نیروهای تحت نفوذ حقانی قرار بگیره تا از ظهور نیروی سیوم نیروی سیوم گجاس که زد از اینا زد حرکت دایش است و اتحادشان با درانی های طالب جلوگیری بکنه این تحولات نشانگر تحرکات اولیه به سمت چی است تقسیم جغرافیای افغانستان به چه خاطر به جنگ آینده نه کدام نظام سازی خب حتما در ذهن شما گشت که این تکلیف ایران و روسیه و چین اینا که ایران و روسیه مطمئنن که برنامه دارن تا پنشیر و بدخشان و پیش از پیش سقوط بدن و به دست نیروهای بومی تحت حمایت خودشان در بیارن خب شاید شما بگوین که کی از هست؟ کجا هستن همیشه هست در خود منطقه است. چرا این کشور که ما شما این لانه بسیار پیچیده و بسیار سرسخت استخبارات است که با هنرمندی عمل میکنند در غیر این صورت مردم عدس طالبان به تنگ آمده امید خراسانی و دیگه نیروها از جمله شورای بدخشان در اسلام آباد از یکی اون ما و تبلیغات پرداختن که طالب ظالم است مردم ما ظلم که <coughs> یعنی خودم میخواین که به بس... صلاح چی مسیحا ها جلو در نظر مردم تا روزی که به میدان آمدن و در برابر طالبا اعلام بغاوت کنند تا مردم هم طبیعی در کنارشان استاد شوند که اینه بزرگ ظلم طالب خیستند مردم ناچار است دستشان هم بسته است انتخابشان ناقص محدود و اثر بیشتر ناگاهی است هر کسی که به دادشان برسم امور کش میکنن رهبر ره میگیرن همینطور نیست کابیره میمانیم پیام سیاف و طالبا اگر زور و زر جلو زوال ها میگیره فراون و قارون بلیده نمیشد آل مردم خوش شما رو فراون و قارون میگه یعنی فرعون و قارون چه صفاتی داشتن که رجاله های جمهوری نداشتن من اینو نفهمیدم آمده به شکل انتقاد تلویحی از طالبا در شبکه ایکس نوشته کرده که زر و زور جلو نمیگیره فرعون و قارون اون از او درس بگیرین خب اینا مثل امی قصایشان پوسیده و عقیل شدن متوجه میشن؟ در 20 سال حکمرانی هم دنیا رو نشناختن هم به زور خود نفهمیدن خود رو نشناختن هم حال منتظر هستن که کسی دستشان شانه بگیره از برای خدا مارشال نه رفتن جنرال ها که چی حال انداخته بودن رفتن منتظر هستن تا کسی دستشان شانه بگیره چرا بگیره؟ امی افغانستان دوباره برشان غنیمت بتن که بگیر این می طالب ازار شیطانی و فسق دارن نی اما اما فراری دادن و ترد کردن اینها یک برکت بوده در برابر طالب میشه قیام کرد تغییر آورد بخاطر طالب یک چی پدیده جاهل از ناگاست هر کاری که میکنه غلط است یعنی زود علای از اقدام میشه قیام میشه به سلام مردم انگیزه میگیره اما قیام در برابر اینی می گروگانگیره و دزدای جمهوری بسیار مشکل بود همون وقت مشکل نبود کم شور میخورد میگفت که یه چیز از بخاوت کده که نامسلمان است اونمو قصه سابق یعنی ای مثلا طالب است یعنی ای یه القاعده است همون طور نبود اما خودشون بدتر از طالب عمل میکرد خوب است که می امریکا رفت و این مور و ملخ های پرورش شده از اینا پشاوری شعوری رو بسیلا قد خود برد حال افغانستان نیازمند یک ایدی جدید است متاسفانه که فعالان و سیاست یعنی اغلب ادعایی حال پشت مبارزه مدنی رو گرفتند امی شما رو به مبارزه مدنی چیه کشور رو میتین خانه تان هم میتین همه چیز رو پشت به بسیار در برابر تروریزم پشت میکنیم مبارزه مدنی حال گفتار سیاسی و, سی و یک بازار خودفروشی گرم از حاله بخاطر از اینکه باش نشه که نشک باز کلیگی مردم از دست طالب به بینی برسه بیند سراغ ما اشتباه 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 خب ای درد افغانستان رو میمانه میریم به طرف اسرائیل حملات حماس شدت گرفته تلفات اسرائیل از از از, از دو روز نیک از سی ساعت پیش بسیار زیاد شده حماس حملات سر گرفته چهار نفر کشته شده یک منصبدار به نام ایتای لیونی 19 ساله از گردان 1931 در لوای نهال در نبر در شمال غزه کشته شد اونمو شمالی که می آمدن اونجا پای می گفتن می گفتن خلاص است تمام شد اون اونمو کشتن یک منصب دار دیگه به نام یوسف داسا 19 ساله از زمین گردان 931 در لوای نهال در شمال ایرم کت رفیق خود کشته شد دیگه نفرش ارمیاس مکوریا است هم جوان بوده از همی گردان 931 در شمال غزه دیگهش هم 19 ساله در شمال نوار غزه به نام دانیلوی یک افسر و یک سرباز دیگه هم در می آدسه ایسوسو سو مجروح شدند تمام اینها را هماس وقتی که میزنه ویدیوش هم نشر میکنه اسرائیل دیگه با اسرائیل گذشته بر نمی گرده حالا آجیرای موشک در برشبا بسیلا به دلیل ورود موشک ها شنیده شد در استقامت جنوب اسرائیل برشبا بزرگترین شهر در سهرای نقب است یا نقب است در اونجا یک شهرک نشین سی و ساله اسرائیلی در عمله موشکی زخمی شد و حماس اولین عمله راکتی خود از نوار غزه زد بر شبا و که تنها یک موشک به اما یکش توسط گنبد آهنی رهگیری شد چهار راکت این طرف و ای طرف حسابات کرد یعنی شروع کار است اما بدبختی که می یک یک حادثه دیگه هم اتفاق افتاد بسیار جالب است دوازده سرباز اسرائیلی رفتن امی از جنوب نوار غذا تیر می شدن او را با حجوم گو مواجه شدن زنبورای بزرگ اینا را گزیدن دو نوا گزارش بود یکی چارده نفر مرده دیگه یکی چارده نفر یعنی زخمی است و بسیار به شدت مستوم شدن در شفاقان هستن ای اما تایران عبابیل یاد آدم میره در جنگ یک رازای عجیب است. اما تصویب قدنامی سازمان و ملل در حمایت از عضویت فلسطین خب شما حتما در زیمتان میگرده که در یه سال چی گرد بود؟ در 76 سال دنیا اینا رو فراموش کرده بود وی تو وی تو وی تو وی تو آلی هم وی نتیجهش خب خلاصه در سازمان ملل 143 کشور رای مثبت دادن 9 کشور رای منفی داده ۲۵ کشور هم تو رای ممتنه هست یعنی بسالا یک نقطه سفید خلاص این گاردین گذارش کرد اسرائیل بسیار خشمگین شد برای اسرائیلی که عادت به این چیز نداره که مثلا سازمان از بخش فلسطین یا دولت فلسطین عضو سازمان ملل شناخته میشه از برای خدا شما تصور بکنه میان کشور هم میگیرن که خودشان در سازمان و ملل و ای همتای خدا که کشورش گرفتن او را اجازه نمیتن و هم امریکا ویتو حالا چون جنگ جهانی امیج متمرکز شدن و از تغییر میکن آله تغییر کرده دیگه اسرائیل ایران مونده میگه که شما چطور میتونین که به حماس دولت بتین گیلارد اردان نماینده اسرائیل سازمان ملل متحد گفتن بسیار جالب است میگه میگه در سال آینده باز ما از شما سوال میکنیم که چطور برخلاف تمام اصول اخلاقی و منشور سازمان و ملل هر کاری رو که انجام دادین تا با یک گروه قاتل با ادلرای زمانه ما شما کمک بکنین هماس ادلرای زمانه میگه اما کسی نیست سوجا از پیش برشن کنن که این کشتاری که در فلسطین شده سی پنج هزار نفر همیل کشتار اینا کدام ایتلا را کشته؟ نه دیگه میگه وقتی که حماس به قدرت برسه ایت ترسانده مردم این امین ماینده فلسطین که اونجا است اونجا در ششته بود میگه میفهمین این ماینده فلسطین حماس وقتی که سر قدرت به چی میکنه این را میخواه به حماس به فلسطین میخواهیش و از بام به با پایان میاندازش میخوای حکومت خودگردان و فلسطین از حماس بترسانه میگه تو از بام مندازه خب میگه مثل زمانی که هماس در سال 2007 غزه رو تصرف کرد نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین کلش بیرون کرد توهین زد کشید ایره دبلومات تروریستی میگه نماینده فلسطین که هدفش نسل کشی یهوداز مثل همتای ایرانی شان اما کسی از این پرسان نمیکنه که درست هم تا ایرانیش تروریست و اینا هم که تروریست هستن آدم کش هستن امی سی و پنج هزار انسان بیگانه را در غزه کی کشته؟ سازمان ملل هم یک رقم یک فضای عجیب غریب است خب برحال این قدنام سازمان ملل چی حقوق به فلسطین میده؟ این قدنامه عضویت کامل نمیده فقط توصیه است فعلا شورای امنیت درخواست از اونا رو دوباره بررسی کنه اگه شوه فلسطین حال میتون مثلا در بین کشورهای عضو قرار بگیره به یک شکل یک اصلاحاتی انجام بگیره مگر امریکا گفته و سازمان ملل که ما دوباره درخواست عضویت کامل فلسطین ویتو میکنیم واقعا عالی از خط خود امریکا خ... عدول نمیکنن سخنگوی سفیر امریکا گفت در صورت که مجمع اومی خواستار رای مجدد در شورای امنیت شوه ما می تو میکنیم. خب ای کاری که بر ح... با فایده امریکا نیست با اسرائیل که هیچ و اصلا بر فلسطین هم کدام چیزی نیست این حال در عضویت دادن فلسطین و اینها برای مردم که 76 سال حلق هم شده کدام چیز امتیاز دل خوش کننده نیست چرا به خاطر از که آلا گپ به صلاح حوادث عوض شده پیش رفته حال نمیشه حال چیزای دیگی داره اتفاق میفته تلاش بر پیش بردی قدنامه واقعیت تغییر نمیده که تشکیلات خودگردان و فلسطین در حال حاضر میارای عضویت در سازمان ملله برآورده میکنه خب بر ای میریم طرف فرانسه فرانسه گو ما پشتیبانی میکنیم خب کابینه جنگ در اسرائیل ایده چی وضعیت است اینا فیصله کردن که عملیات در رفر گسترش بده و خب کیچی چرا از تلفات خود نمیگن چرا از بنبست نمیگن در رفع اسرائیل یک درصد دستاورد نداره مثل که در کل غزه با ادامه عملیات موافقت کردن که شدت ببخشین مسئولیت دوازده عملیات علی نیروهای اسرائیلی رو در نوار غزه تنها دیروز حماس به عده گرفت دوازده با سر از اینا حمله کردن حالا که حمله میکنه ویدیوش هم میگیره بله این یک چرخش نو... یک چرخشه بسیار دردناک اما محسوس ما میبینیم در موازنه جنگی در تواز... در به در ایجاد توازن قدرت واحد نخبه ازبلا رزوان نام داره اینا ممکن است از شمال به اسرائیل حمله بکنن این یک بدترین خبر است واینه تیر گزارش کرده که جنگ ممکن است قبل از پایان سال 2026 یعنی کاملا به طور گسترده و سرسماور آغاز شود اما پیش از او حملات ازبلا بسیار شدید شده ایرای ویژه ازبلا رزوان میتونه با ست تا دو, دو ست جنگجو زیاد هم نی. مثل هماس که حادثه بیست اکتبر 2023 را رقم زدن اون اون رقم یک طرح شمال اسرائیل اجرا کنم ایرکی کی میگه حرف ما نیست ایره حرف واینت میگم از داره دارای مو... چرا؟ بخاطر از که اینا اماس خود چیزی نداشت از دارای موشک های هدایت شده بسیار دقیق مثل فتح 110 دست کم اینطور دست کم از انواع موشک های سنگرکوب و اصطلاح همون که ستاد های عملیاتی رو میزنن بردش از 350 کیلومتر زیاد نیست برای فعلا در این ساحات آل اینا در حال ارتقای زرادخانه موشک های قدیمی خود در سوریه هستند ازبلا که در دهه 1980 در ایران او زرادخانه تولید شده این زرادخانه موشکی به نام زرادخانه نابودگر شناخته میشن مجهز هستن با سیستم های با دقت بالا که میتونن اهداف یعنی زیاد نیستم برای ازبلا بر فعلا کافی است در فاصله 125 کیلومتری بدون اشتباه و ردگیری نابود بکنه بزنه ای بود مواردی که در خاور میانه و افغانستان بود و به نظر من بحث خیزش دوبار نظامی دوباره هم ماست و حضور فرمانده مرکزی امریکا در پاکستان و صدای طالبان غیر پشتون از موارد اهم بود.